کنفرانس خبری روز جمعه مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به رسم همیشه نبود. رافائل گروسی پیش از هر سوالی درباره توافق با ایران برای نصب مجدد دوربین‌های نظارتیش در سایت کرج، نمونه‌ای از دوربین‌های آژانس را به خبرنگاران نشاند. دوربینی مشابه حدود 2000 دوربین دیگر این نهاد در کشورهای مختلف جهان از جمله ایران. تیر ماه امسال تأسیسات ساخت و مونتاژ سانتریفیوژ تسای کرج مورد حمله خرابکارانه قرار گرفت. یکی از 4 دوربین آژانس در این سایت در این حمله از بین رفت و دوربین‌های دیگر آسیب دیدند. ایران تا همین چند روز پیش اجازه نصب مجدد دوربین‌ها را به آژانس نمی‌داد. طبق توافق جدید تهران و آژانس قرار است یک نمونه از این دوربین‌ها روز یکشنبه در حضور کارشناسان این نهاد بین‌المللی برای بررسی به مقام‌های قضایی و امنیتی ایران تحویل داده شود و سپس تا پایان سال جاری میلادی دوربین اینها در مرکز کرج نصب شده. Equipment of the agency which they can only access in the presence. تجهیزات متعلق به آژانس تنها در حضور و زیر نظر بازرسان آژانس در دسترس آنها قرار می‌گیرد. این مربوط به گذشته است. در آینده ما به آنها اجازه می‌دهیم نگاهی به آن بیاندازند و اطمینان حاصل کنند چیزی که امنیت آنها را به خطر می‌اندازد در آن نیست. Compromise for their security or anything of the sort. آژانس از زمان حمله تا نصب مجدد دوربین‌ها در تسای کرج یک خلأ اطلاعاتی و نظارتی 5 ماهه دارد. اما مدیر کل آژانس می‌گوید که کارشناسانش شناخت کاملی از این تأسیسات دارند و قادرند تکه‌های پازل را به هم وصل و داده‌های آژانس درباره این تأسیسات را بروز کنند. رافائل گروسی همچنین می‌گوید کارت حافظه دوربین تخریب شده در حمله به کرج ناپدید شده و او منتظر توضیح ایران در این زمینه است. ما تردیدهایی در این زمینه داریم و به همین دلیل از آنها سوال کردیم که کجاست. امیدوارم بتوانند جواب دهند چون بسیار عجیب است که ناپدید شده باشد. پس از این کنفرانس مطبوعاتی، یک مقام مطلع در سازمان انرژی اتمی ایران یک بار دیگر گفته کارت حافظه مورد مناقشه نابود شده و آژانس باید پاسخ دهد که چرا از ظرفیت‌هایش برای ممانعت از این گونه عملیات خرابکارانه که منشأ آن هم مشخص است استفاده نمی‌کند. مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گویند این حمله ممکن است با هک کردن دوربین‌های آژانس صورت گرفته باشد، اتهامی که رافائل گروسی آن را رد می‌کند. It is absurd to believe or to say that the IAEA cameras. بی‌معنیه که بگید یا باور کنید دوربین‌های آژانس در نوع خرابکاری دخیل بوده. نکته دوم این که این دوربین ها به جای وصل نیستند. هیچ فرستنده یا رهیابی ندارند که بتونه به شکلی که ادعا شده مورد استفاده قرار بگیره. سعی میکنم خیشتندار باشم چون که این ایده که کسی بتونه بگه آژانس بخشی از چنین عملیاتی بوده من رو به شدت آزار میده. به دنبال مصوبه مجلس شورای اسلامی حدود 10 ماه است آژانس به تصاویر، داده ها و اطلاعات دوربین هایش در ایران دسترسی ندارد. هرچند 3 ماه پیش توانسته کارت حافظه و باتری دوربین هایش را تعویض کند. مقام‌های ایرانی می‌گویند تصاویر این دوربین‌ها را در اختیار آژانس قرار نمی‌دهند و تنها پس از احیای برجام آژانس امکان دسترسی به تصاویرش را دارد. نیلوفر ابراهیم، ایران اینترنشنال، وین.